پسرک مضطرب است، پسرک سخت به خود می‌لرزد، نفسش تند، نگاهش ترسان، ایستاده جلوی شاگردان. و معلم چو پیام آور مرگ، نظر خشم و ملامت به پسر می دوزد و به لحنی مخصوص همچو یک بازجو از بند 209 زندان اوین می پرسد: تو بهایی هستی؟ تو الف بچه بیفه بهایی هستی؟ تو غلط کردی اگر باز بهایی باشی. و هزاران سخن ریز و درشت. عاقبت هم کوبید یک کتابی بر میز و برویش یک مشت. آشنا بود برای پسرک جلد کتاب، آن دعاها و مناجات بهاءالله است. قطره ای اشک ز چشمان پسر جاری گشت، ترس او با غم و اندوه درآمیخته بود. پسرک لرزان گفت: اجازه آقا، همه اینهایی که شما میگویید اشتباه است، بهایی این نیست و کتابی که شما... باز فریاد معلم برخاست و کلام پسرک ناقص ماند. گفت: از این لحظه تو اخراج شدی. پسری از وسط شاگردان دست خود بالا برد، گفت: اجازه آقا، درس محمود همیشه خوب است، انضباطش شده 20. علت اخراجش از کلاس ما چیست؟ بعد از او چند نفر دیگر هم حرف او را گفتند. پچپچی بین همه جاری گشت و معلم که سراسیمه قدم بر می داشت گفت: ساکت، برو بنشین سر جایت و نبینم به کسی باز بگویی که بهایی هستی. پسرک گفت: مگر این که بپرسند و من می گویم. با دلی قرص و نگاهی ممنون سوی شاگردان رفت. کودکی زیر لب از او پرسید: اعتقادات بهایی ها چیست؟ ناگهان زنگ زدند و معلم عصبانی به سوی دفتر رفت. تو معلمی یا سیاد؟ تو نوازشی یا فریاد؟ ظاهرت آموزگاره، پشت اون چهره یه جلاد. تو بهایی بودنم رو بارها تحقیر کردی، راه خود پیمودنم رو دشمنی تعبیر کردی. من ز دینم قلب صاف و روی خوش تعلیم دیدم، دائما از تو دروغ و تهمت و توهین شنیدم. ای معلم، لحظه ای بر جانب انصاف رو کن، لحظه ای از عطر انسانیت اسلام بو کن. دین کجا در سنت پیغمبران اجبار بود؟
بوده یا کجا، پیغمبری از کودکی بیزار بوده. کجا پیغمبری از کودکی بیزار بوده. معلم هستی و صد نکته ما را یاد دادی، حرف نادانسته گفتی، حرمتت برباد دادی. اهل تحقیق و تفحص باش، پرسیدن برایت آر نیست. ای معلم مدرسه جای دروغ و تهمت و آزار نیست.